با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز 24 سپتامبر هست سال 2014 و دوم مهر 1393. بله، خدمتون در مدتی قطعاتی از اوستا میخوانم خدمت شما، از گاتاها یا گاتها که به تحقیق سروده های شخص زرتشت بزرگ هست و بیشتر اینها نیایش هست و از بعض اوقات سوالات فلسفی و در سرتاسر این سرودها دستور قتلی، سرقتی، تو سر کسی زدنی، تحمیل کردنی از این حرفا نیست. در واقع زرتشت بزرگ رو جهان یک فیلسوف بزرگ میشناسد که تمدنی بس بزرگ در تأثیر اندیشه های او ایجاد شده است و پیش از این هم بسیار تکیه کردیم بر این امر که تأثیرش فوق‌العاده بوده در فرهنگ یونان قدیم، در فرهنگ مغرب زمین و غیره. حالا ما یک روز اینجا با استفاده از تاریخ‌های معتبر در باب ساسانیان خواهیم گفت که چگونه وضعیت ساسانیان در واقع سود شده بود و تعدادی آخوند آمدند و در واقع مردم رو ناراضی کردند. نقش عمده داشتند آخوند، چون آخوند از جمله صفاتی که دارد در هر دین آیینی که باشد، آخوند جماعت طمعکار هست. طمع ملا و آخوند انتها ندارد. اگه دیده بودی یه جیبهایی داشتن اینا، به قدیما قبا تنشون میکردن، این دستشو که در جیب قبا میکرد تا اینجاش در جیب قبا فرو میرفت. این است که شکمبارگی و شکمخارگی و مال مردم خوری صفتشان هست و طمعشان انتها ندارد. عرض کردم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید به مردم مدینه، میگوید که من ثروتمندترین شما هستم، از من پولدارتر کسی در مدینه نیست، اما من پول میگیرم از شما که شما نجات پیدا کنید. وقتی پول تو جیب من میریزید، این به نفع شماست، پول بیارید. امام جعفر صادق بوده. حالا شما در واقع بقیه رو ببینید چه خبر بوده. اجازه فرمایید که من یک سرود که سرود 34 بند 6 هست برای شما بخوانم. ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون به راستی تو را چنین برتر و بالاتر از همه شناختم، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کنید تا با صمیم قلب و ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده و به سویت بازگردم. سرود 34 بند 6 معنویت هست، اندیشه هست، در واقع گسترش پاکی و راستی و درستی است. وضع ما خیلی خراب است دوستان، از شبه که تله بدی افتاده. اینجا یک جوانی رو بردن اعدام کردن به خاطر عقیده. 1400 سال هست که این سرزمین های منطقه خاورمیانه زیر سیطره اسلام عزیز هست. در این 1400 سال
هیچ کس جرأت نکرد کوچکترین ایرادی بگیرد که آه این مجموعه که شما تعلیمات اسلام و تعلیمات قرآن اینا میگوید آیا ذره مثقالی اشکالی هم دارد؟ هر کس سخنی گفت تکفیرش کنید، گردنش را بزنید، اگر دانشمند بود کتابهایش را بسوزانید. بعد از دوران هارون و مأمون که افتخار اسلام اینها هستند، نه ما محمد باقر رو نمیدونم این داستان روزخونها و هر شب خمس و زکات بگیرها. این تمدن اسلام، تمدن اسلام که میگویند قباد به قبقب میاندازن خود این آخوندها، اینا مدیون مأمون و هارون هستند. جمیع دانشمندان رو جنجان جمع‌آوری میکردن، پشتیبانی میکردن، مباحثه میکردن، دارالحکمه ها داشتن، ترجمه ها میکردن بدون وجود این پدر و این پسر. و اندکی قبلش ما چیزی به نام تمدن اسلامی نمیداشتیم. باری بعد از طی دوران مأمون آخوندها آمدن که دین در خطره. و اون جانشین این چیز که المتوکل بود اگه اشتباه نکنم، اینها شروع کردن یک مردی مثل کندی که علی الاطلاق فیلسوف العرب گفته میشد، این بیچاره رو زدن، کتابهاشو مصادره کردن. جمعا بنا به اون چه شهرت دارد 6000 دانشمند متفکر رو اینا کشتن که اینها کاراشون ضد دین بوده، منجم بودن. مثلا منجم نه، نجوم کفره. حضرت مولا علی هم فرموده است یه جایی در همین نهج البلاغه، نهج البلاغه، که کفر است آقا. نجوم تا اونجایی ضرورت دارد که قبله رو پیدا کنی، بقیهش لازم نیست. ریاضیات و اینا هر که برود و عقل استدلالی خود رو گسترش بدهد کافر است، چون دیگه زیر بار این داستان ها نمیدونم. و بنده نمیدونم این چه داستانیست آقا. اگر کسی بخواد عقیده خودش رو تغییر بده و گردنش رو بزنید. داستان عبید زاکانی رو حتما شنیده اید. بعض مطالب رو نمیشود در جای این چنین گفت، اما پوشیده عرض میکنم. یه کسی میره پیش عبید زاکانی، آقا من میخوام مسلمون شم. گو آقا به دردت نمیخوره، برو برو دنبال کار زندگیت، راحت باش پدر جان. آخه چه هر روز برمیگردی؟ باز برمیگرد. تا یک روز گفت آقا پس اقلا به من بگید که این چگونه دینیست. عبید میگوید که پدر جان این یه دینیست که وقتی وارد بشوید یک عضو تو رو میبرن، وقتی بخوای خارج بشی گردنت رو میبرن. کارش بریدنه خلاصه. حالا ببیند اینجا یک زندانی عقیدتی امروز اعدام شد. بله، اعدام راه حل تمام آسیب ها و مشکلات اجتماعی اعدام است. حالا چرا؟ به جهتی یه مش بیامونگردان وحشی اینا که سیستم دادگستری و جرم شناسی و تشکیلات زندانها و قانون اینها که نداشتن، که اینا یا شلاق میزدن یا گردن میزدن. شما که دقت کنید در صدر اسلام زندان نداریم، چون بنا نداشتن اینا زندان درست کنن، که معنی نمیداد زندان. یا گردن میزنید یا شلاق. اگر که کارش شوری باشد که در حال چیز باشد، در حد حد باشد، حد حالا حد میزند مثلا از این تعداد شلاق تا این تعداد، کار بزرگتر گردن، یعنی گردن زدن و شلاق زدن، همه مشکلات را حل میکنن. زندانی ببینیم نداریم. ولی خنده‌دار هست، یکی کسی آمده بود میگفت که اینا این از فضیلت‌های اسلام این است که زندان نداشته است. خب آخه این بنا نداشته بابا جان، اصلا این سیستم نبوده. بعد که یاد گرفتن از ایرانیان و
صنعتکاران ایرانی ها رو بردن و خانه سازی و چوب و تیر و تخته و در و پنجره و اینا برای اینا ساختن، چرا زندان هم درست کردن؟ در زندان حجاج ابن یوسف ثقفی 100,000 انسان زندانی بودند که نیمی از اینها زن بودند. باری اینجا یا بابایی خبرگزاری هرانا به گفته مسئولان زندان رجایی شهر، سرگاه روز چهارشنبه 2 مهر ماه محسن امیر اصلانی زنجانی زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج به اتهام فساد فلعرض و بدعت در دین در محوطه این زندان از طریق چوبه دار اعدام شد، که ایشون تفسیر متفاوت از قرآن میکرده. این هم عکسش بیچاره. دوازده نفر هم گرفتن که به خمینی جوک میگفتن. جزئیات تازه از بازداشت 12 نفر در استان فارس به اتهام انتشار جوک درباره آیت الله روح الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی هم فلان شد. به گزارش دیگربان این 12 نفر از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و تحویل مقام‌های قضایی گردید. 3 عضو اصلی این گروه ساکن فیروزآباد، 9 نفر دیگر ساکن شهرهای شیراز و یک شهر دیگر هم هست. مقام های قضایی مدعی هستند که این افراد در شبکه های واتس آپ، وایبر و تنگو درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی جوک منتشر میگن. جوک سهل است. منتظر کتاب ها باشید. این افراد که هویت اونا تا کنون مشخص نشده در زندان به سر میبرن و سبب پاسداران به دنبال بازداشت افراد دیگری در همین رابطه است. مجازات توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای بر اساس ماده 514 قانون مجازات اسلامی 6 تا 2 سال حبس است. این هم از این. بله. خب چند تا فیلم هست. کشور ایران تقسیم بندی شده به چند گروه. یکی از این گروه ها این سپاه پاسداران است. بزرگترین زالو بر پشت ملت این سپاه پاسداران است. بزرگترین مزاحمین در راه آزادی این سپاه منحوس پاسداران است. و اینها کنتراکی شدن، بودجه تعیین میکنن، نقشه میکشن از بام تا شام چگونه جیب ملت رو خالی کنن. یکیش موشک سازی. شما واقعا خنده آوره. یعنی اسباب بازی هایی که اینا درست میکنن اقلا 60 سال 70 سال از دنیا عقبه، دارای هیچ گونه ارزش نظامی نیستن. اما یه عده باعث میلیونر بشن روزمره، بودجه ملت رو میگیرن، میان داریم موشک سازی میکنیم. ماشاءالله به این موشک هاشو. یعنی این چیزهایی که اینها دارن 15 دقیقه مقابل ارتش مدرن نمیتونن ایستادگی کنن. فقط برای ایجاد وحشت در داخل ایران، اینا برای مصرف داخلی است. اینها عرضه ایستادگی در مقابل هیچ ارتشی رو ندارن. کدام موشک سازی، کدام سابقه فنی، کدام دانشمندان، از کجا فهمیدید؟ از کجا آوردید؟ آقا هر کار یک سابقه ای دارد. این آمریکا من به یاد دارم موشکایی که می ساختند و اینها لیک میکرد، نردبون گذاشته بودن یکی بو میکرد اون بالا ببیند بوی هیدرولوژن میاد یا نه. خب ببینید اینا موشکای جمهوری اسلامی. حالا موشک تو شهر چی کار میکنه؟ اینا رو در خیابونا میتابانید که چه بکنید؟ برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم. یه بشکه هم درست کردن، یه پروانه به دنبش شد زیر دریایی. ببر باید ببر باید حاج آقام داره صحبت رو کنه.
بله، این نیروی در واقع لشکر ظفر، ظفر نمونه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران. این سپاه پاسداران چه وظیفه‌ای داره بره و مردم آدم دستگیر بکنن؟ اگه این مملکت داره سیستم پلیس هست، سیستم قضایی هست، آقا این کار پاسدار نیست که بره یه کسی دستگیر. به خمینی جو گفتی، یه تیکم از خمینی، حالا ما میگویم جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی، ولی من به یاد دارم این آقای خمینی یک آخوند گدایی رو تعیین کرده بود، یه چند تا دیگه بدتر از اونم که برون عراق، اونجا حکومت عراق رو تحویل بگیرن و از ایران چیز میکرد که صدام حسین رو امروز فردا ما بیرون میکنیم و اطلاعیه میداد که این مردم عراق صدام رو بیرون کنید، من دارم براتون دولت درست میکنم، زندگی عادی شما رو تامین میکنم. بفرمایید این سخنرانی آقای خمینی، کلان اهریمن آخوندها. بله امیر جان نشون بدی لطفا. با 500,000 کشته ننگ شکست بیا خود صدام حسین امام ارتش عراق را به قیام دعوت کرد. این کافر است و هم این طرفدار کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند سر نبزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مسائل اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است، کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب او قرآن است، کسی که کعبه قبله اوست، نمیشد با یک آدم کافری که در پناه کفار دارد زندگی میکند و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه میدهد، نمیشد با این همراهی بکنید. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر می توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین او بشن و ما هم تاییدتون میکنیم، و اگر چنانچه این براشون مشروع نیست فرار کنند. خب این فکر کرده بود که همه ارتش ها مثل ارتش خودمون فرار میکنند. یه سابقه تاریخی جالبی است، میگه مثل ارتش خود ما که فرار کردن، مثل ارتش سابق که فرار کردن، شما هم فرار کنید. ای دادی بیداد چه ارتشی تنین تکلیف میکنه برای صدام حسین، میگه صدام حسین کافر هستن چیز فلانی حرفا و خلاف مصلحت اسلام. حالا اگر ما برویم و این صدام حسینی که این میگوید چین و چنان است و صدام حالا آدم جنایتکاری بود بماند،
اما جنایاتش در حد اینها نبود. این حزب بعد یک حزب سوسیالیستی بود که حقوق زنان و مردان را یکی اعلام داشته بود، که برای اینها بیمه و بازنشستگی درست کرده بود، عراق را آباد کرده بودند. به فاصله اندکی بعد از جنگ همین صدام حسین تمام این آثار تخریب جنگ رو آباد کردن. اینا هنوز نتوانستن در آبادان و خرمشهر اینجا که صدمه جنگ دیده اونجا رو در رو به راه بکنن. تعیین تکلیف میکن. مشکلش هم ستمکاری و فساد و استبداد اینها نیست، برخلاف مساله قرآن را قرار مساله اسلام یه حرفا خلاصه. خب میخواییم مردم جوک نسازن. خب اجازه بدید که ما از این مطلب بگذاریم، چون داستان عمقش بیشتر از این حرف هاست. برویم سراغ داستان منوچهر و فریدون و اون دو برادر. داستان تاریخ داستان کشمکش هست بر سر قدرت. هر جای تاریخ جهان رو شما دست بگذارید، رد پای جنایت رو به خاطر قدرت شما میبینید. این آخوندار ملاحظه بکنید، برای اینا اهمیتی ندارد، جان مردم برای اینا مهم نیست مطلقا و ابدا. مهم آن است که قدرت در دست بماند، در دست حضرت رهبر و دار و دسته چاوکشان. اون سردار نقدی رو دیدم، واقعا اینا رو شب آدم به خواب ببینه وحشت میکنه، مثل کابوس میمانن. رئیس چاوکشان بسیج واری. این چیزهایی که در این کتب هست اینها اساره تجارب تاریخی است که منعکس شده است در داستانهای حماسی و میتولوژیک، و این داستان فریدون از اون داستانهای خیلی زیباست که چگونه برادران حسد بردن و برادر کوچکتر رو که ایرج باشد کشتن. حالا فریدون که در غم ایرج سوگوار بوده است دراز مدتی، صاحب یک نوه شده است به نام منوچهر، و اون دو بیدادگر به وحشت افتادند و پیغام فرستادند. خدمتتون میکنم این شاهنامه تأسیس آقا تأسیس آقای مول هست، جول یا جولیوس فون مول آلمانی. میگوید فرستاده آمد دلی پر سخن، سخن را نه سر دید پیدا نه بن، ابا پیل و با گنج و با خواسته به درگاه شاه آمد آراسته. خیلی مجهز فرستاده بودن این پیامبر رو. چون از دفتر ایرون رسید آگهی، بفرمود تا تخت شاهنشهی به دیباه رومی بیاراستند، کلاه کیانی بپیراستند. نشست از بر تخت پیروز شاه، چو سرو سهی بر سرش گرد ماه، ابا تاج و با طوق و با گوشوار، چنان چون بود در خور شهریار. ابا تاج و با طوق و با گوشوار، این آلاتی بود که در واقع اشراف ایران می‌آویختند، گوشوار داشتن مردان. بر آن تخت میتافت خسرو چو ما، یعنی که خسرو، ضیاءوت رخشنده بر سر کلاه، ابا طوق و با یاره و گوشوار،
به دستندرش گرزه گاوسار. گاوسار یعنی گاوسر. یک گرز کوچکی طلایین به نشانه قدرت در دست پادشاه بود که بعدها به صورت‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت. بله، توق و یاره و گوشوار. خجسته منوچهر بر دست شاه نشسته، به سر بر نهاده کلاه، دو روی بزرگان کشیده رده، سراپا یک سر به زر آژده. زر آژده یعنی پوشش زرین داشتن، چنان که گویی آمیخته بود با طلا لباسشان. به زرین عمود و به زرین کمر، زمین کرده خورشید گون سر به سر. این عمود لغت عربی است. در شاهنامه تعداد اندکی واژگان عربی هست و اینها واژگانی است که به استحکام سخن در جای کلام استاد طوسی از آنها استفاده کرده است. لغات و مصطلحاتی که فهوای اسلامی داشته باشد رو در شاهنامه پیدا نمی‌کنه، چون فضای کتاب رو آلوده می‌کرده. مثل حج و جهاد و از اینجور حرف ها مطلقاً و ابداً شما پیدا نمی‌کنید. اما انان در واقع رکیب یعنی رکاب، عقاب، واژگانی از این دست که در واقع در تجسم معانی و استحکام سخن میشود از اونا استفاده بکنید استفاده کرده است. بله، به یک دست بر بسته شیر و پلنگ، به دست دیگر ژنده پیلان جنگ. برون آمد از کاخ شاپورگر، شاپور گرد فرستاده سر را پیش برد. اون آمد از کاخ شاپور گرد، فرستاده سر را پیش برد. فرستاده چون دید درگاه شاه، پیاده دوان اندر آمد زراح. چون از دی که شاه فریدون رسید، یا باشد شاه آفریدون، چون از دی که شاه آفریدون رسید، سر تاج و تخت بلندش بدید. زبالا فرو برد سر پیش اوی، همی بر زمین بر بمالید روی. گرانمایه شاه جهان کت خدای، به کرسی زرینش بفرمود جای. فرستاده بر شاه کرد آفرین، که ای نازش تاج و تخت و نگین. ای کسی که تاج و تخت و نگین به تو می نازد، زمین گلشن از پایه تخت توست، زمان روشن از مایه بخت توست. همه بنده خاک پای توییم، همه پاک زنده به رای توییم. چو بر آفرین شاه بگشاد چه، فرستاد پیشش به گسترد مهر. گشاد زبان مرد بسیار هوش، بدو داد شاه جهاندار گوش. حالا بعد از این تعارفات و این توصیف اشرافیت درباره فریدون اینا، فریدون خب این موضوع چیست؟ این فرستاده چه پیامی با خود دارد؟ با درود بر شما وطن گرامی، اون چی شنیدی از سر خانم مرضیه بود. چه آهنگ زیبایی، چه آهنگ دلنشینی، چه تلفیق زیبایی از شعر و آهنگ، چه نابغه‌ای بود ویژن ترقی و چه نابغه‌ای بود مهندس خرم. ما هر چی موسیقی داریم مدیون، عرض کردم پیش از این، مدیون دو تن هستیم، استاد درویش خان و استاد سبا. خود استاد سبا شاگرد درویش خان بود
جمعی این آهنگهای زیبا رو شاگردان سبا ساختن. چند تن برجسته تر بودن در آهنگسازی. یکیش مهندس هارون خرم بود که آهنگاش به لحاظ اصالت ایرانی حقاً کم نظیر بود یا بی نظیر بود. استاد تجویدی از شاگردان سبا فکر کنم دو تن دیگه زنده ماندن. باری اینها آمدن در موسیقی رو بستن، در نشاط رو بستن. این اهریمنان آقا حافظ رو بیارید میخوایم آهنگسازی کنیم. یه تنبک به دست میگیرن دیوان حافظ و شعر مولانا و آهنگ، خب آهنگش درش هست بابا، این عروض شعر اونجاست، وزن شعر، با وزن شعر تنبک رو بالا پایین میکنن، میگن آهنگ ساختیم. آقا آهنگ ساختیم، چه آهنگی ساختی پدر بیامرز؟ تنها چیز خوبی که ما شنیدیم بعد از انقلاب همو ایران مهین ای وطن من بود، ساخت مشکاتیان و اون بیچاره خواننده با اون صدای زیبایی که داشت که در اون ماجرای بم اسمشون یادم رفت، ایرج بسطامی، کار ارزشمندی بود. باری این گاتهای زرتشت رو که من خدمتتون میخونم، سپاسگزارم از دوست ارجمند دکتر بلندیان گرامی برای من فرستادن، این در واقع سروده های زرتشت است با برداشت های چند دانشمند. استاد پوردا بود که همه عمر خود رو در این کار گذاشت، عباس شوشتری، علی اکبر جعفری، فیروز آذرگشسپ، رستم شهزادی، جلیل دوستخواه، حسین وحیدی، هاشم رضی، یعنی شما هر سرود رو باز میکنید برداشت های همه این دانشمندانی که عرض کردم آمده است برای هر سرود. گاتهای زرتشت جا هست و توصیه میکنم که بگیرید و نگاه کنید و ببینید، از شبه که بسیار بسیار مفید هست. خب گشاد زبان مرد بسیار هوش، بدو داد شاه جهاندار گوش. پیام دو خونی به گفتن گرفت، همه راستی ها نهفتن گرفت. شروع کرد مالکشی کردن، راست ها رو پنهان کردن و با زبانی چرم پیغام اون دو جنایتکار، دو خونی یعنی سلم و تور، بله، ذکردار بد پوزش آراستن، منوچهر را نزد خود خواستن، میان بستن او را به سان رهی، سپردن به دو تاج و تخت مهی، خریدن از او باز خون پدر، به دینار و دیبا و گنج هنر. فرستاده گفت و سپهبد شنید، مران بند را پاسخ آمد پدید. خلاصه پیغام اینا این بود که ما معذرت میخواییم، منوچهر رو بفرستید، ما این تاج و تخت و قدرت همه رو به اون میدهیم. حالا در واقع این هم یک ترفندی بود که منوچهر رو هم ببرن و بکشن این دو خونی. بعد فریدون پاسخ داده، پاسخ فریدون بسیار جالب است. میگوید چو بشنید شاه جهان کد خدای، پیام دو فرزند ناپاک را، یکا یک به مرد گرانمایه گفت، که خورشید را چون توانی نهفت. وقتی این زبان فردوسی باز میشه، کتاب شما باز میکنی، آدم ایرانی یا حداقل بنده اینجوری هستم، شما هم حتما اینجوری هستید، یک حس سربلندی و یک حس غرور و گردن فرازی و حس شخصیت و دلیری و دلاوری و غیرت و همون چیزهایی که اهریمنان در کشور ما در اخلاق مردم نابود کردن، مثل که دوباره برمیگرده سر جاش.
چو بشنید شاه جهان کدخدای پیام دو فرزند ناپاک را، یکایک به مرد گرانمایه گفت که خورشید را چون توانی نهفت. حقیقتی به روشنی خورشید رو داری میپوشانی. نهان دل فریدون میگوید، نهان دل اون دو مرد پلید ز خورشید روشنتر آمد پدید. شنیدم همه هرچه گفتی سخن، نگه کن که پاسخ چه یابی ز بن. بگوی اون دو بی شرم ناپاک را، دو بیداد بدمهر ناباک را، که گفتار خیره نیرزد به چیز. از این در سخن چند رانیم نیز، گفتار بیهوده ارزشی ندارد. بله، تا کی بیهوده میگویید؟ اگر بر منوچهرتان مهر هاست، اگر بر منوچهرتان مهر هاست، تن ایرج نامورتون کجاست که کام دد و دام بودش نهفت. سرش با یکی تنگ تابوت جفت، کنون چون از ایرج بپرداختن به خون منوچه برساختن. گفت میدونم طرحشون چی هست. ایرج رو کشتید، حالا طرح قتل منوچهرم کشیده اید. من اینا رو شناختم، باطن اینا رو میدانم. نبینید رویش مگر واسپا، ز پولاد بر سر نهاده کلا. گفت منوچهر رو مثل ایرج نخواهید دید که تنها با حسن نگر و خلوص بیاد خدمت شما. نبینید او را مگر با سپاس پولاد بر سر نهاد کلا، ابا گرز و با کاویانی درفش، زمین کرده از نعل اسپان بنفش. سپهدار چون قارن رزم خواه، چو شاپور دستو چو شاپور نستو، پشت سپاه به یک دست شیدوش جنگی به پای، چو شیروی شیروژن رهنما. بله، چو شاه تلیوان و سرو یمن، به پیش سپاه اندرون رای زن. درختی که از کین ایرج برست، به خون برگ و بارش بخواهیم شست. تهدید کرد اینجا فریدون نام سپه سالاران و سپهبدان سپاه رو هم بر شما گفت. شما منوچهر رو با این سپهبدان خواهید دید با کلاه پولادین. بله، از اون تا کنون کین او کس نخواست، که پشت زمانه ندیدیم راست. ما انتقام نگرفتیم تا کنون که پشت زمانه ندیدیم راست، یعنی اوضاع احوال روزگار درست نبود، وضعیت مناسب نبود. نخوب آمدی با دو فرزند خیش، که من جنگ را کردمی دست پیش. این کار خوبی نبود که من به جنگ دو فرزند خودم بیام، کار درستی نبود. کنون زان درختی که دشمن بکند، برومند شاخی برآمد بلند. یعنی از ایرجی که کشتید، از تبار او برومند شاخی روید، به درخت تشبیه کرده است. بیاید کنون چون هزبر دمان، بیاید کنون چون هزبر جیان، به کین پدر تنگ بسته
میان ابا نامداران لشکر به هم چو سام نریوان و گرشاسپ جم، سپاهی که از کوه تا کوه جای بگیرند و کوبند گیتی به پای. هزبر به معنای شیر است به زبان عربی، هزبر. و بعد در زبان فارسی رفته رفته ما به هژبر تبدیلش کردیم، امروز هژبر میخوانیم. در متون قدیم همه جا هزبر هست. و دیگر که گفتند باید که شاه زکین دل بشوید ببخشد گناه، که بر ما چنین گشت گردان سپهر، خرد خیره شد تیره شد جای مهر. شنیدم همه پوزش نابکار، چه گفت اون جهاندار نابردبار، که هر کس که تخم جفا را بکشت نه خوش روز بیند نه خرم بهشت. گفت شنیدم، سخناتون رو شنیدم و در واقع پاسخ من چنین است که منوچهر با سپاه به خدمت شما خواهد رسید. اگر من نیامدم، چون با فرزندان خودم نمی‌رفتم جنگ کنم، اما منوچهر به کینخواهی پدرش خدمتون خواهد رسید. وقت ما هموطنان در اینجا به اتمام رسید در این روز چهارشنبه. به امید دیدار شما در برنامه دیگر و با سپاس از امیر و کامران و همه دوستان و شما بزرگواران که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد اهریمن از این سرزمین اهورایی.